تابلوه رانندگی راجع به پارک میخوام راجع به پارک صحبت کنم باتون با و کجا پارک کنیم کجا نکنیم اگه پارک کردیم چقدر فاصله رایت کنیم و, و, و موارد این چنین تو شهر چه جوریه بیرون شهر چه جوریه که سری بتونی تشخیص بدید خب اگر من یه دونه خیابون اینجا باشه اینو زده باشه اینجا بهش میگن اینگش این ابسولوت هست ابسولوت که باشه قطعا نمیتونید پارک کنید نه وایسید ما باید بس فرق پارک هالتن و پارکن رو بدونیم هالتن سه دقیقه است. سه دقیقه ما میتونم یه جا وایسم خودم هم تو ماشینم اگر این علامت رو دیدید یه جا مثلا اینجا شروعشه کل این مسیر مثلا بعضی مواقع شروع و پایان میزنه مثلا میزنه اینجا شروع شروع رو که میزنه و اینجا میزنه مثلا پایان حالا میگم شروع فلش به سمت خیابونه پایان که باشه یه فلشی میاد اینجا به سمت خونه است خونه که برید می میکنید دیگه درسته اینجا فلش میاد یعنی پایان پس این شروع این پایانه توی مسیری بعضی مواقع هم بینش میاد اینجا مثلا هست یک تردور رو زده میخواد بگه شما وسط شروع و پایان هستید فرض کنید یه نفر از اینجا میخواد بیاد تو این خیابون این پارکر اینجا ندیده درسته میخواد بیاد اینجا بره تو این وقتی بیاد اینو ببینه اینجا میفهمه که آها این من وسطشم شروعش اصلا از دست دادم پایانش رو بالاخره یه جا میبینم درسته این هالتن هست سه دقیقه میتونید تو ماشین بشینید پارک کنید یه نفر بیاد کنید مثلا یه باری چیزی بذارید ببرید به حال ولی اگر بیش از سه دقیقه شد میشه پارکن اینجا دیگه نمیتونید وارد اینجا پس جریمه میشید اینجا فقط ایستادنه ولی اگر این باشه نمیتونید وایسید نمیتونید پارک کنید هیچ اصلا اینجا نباید نگه دارید بعضی این موقع این رو, رو زمینم هم زدن اینجا تو مثلا مدارس توی اون قسمتی از مدرسه و اینا که اینجا مثلا نیان پارک کنن والدین رو پیاده کنن مثلا م? پس فرق این دوتا رو الان فهمیدی این سه دقیقه است اینی که پرید رفت هیچ دقیق است اصلا نمیشه خب اگر اینجا بود مثلا من یه دقیقه وایسادم یه دقیقه وایسادم ولی ماشین رو ترک کردم چی باز هم انگار که شما پارک کردید اجازه ندارید اینجا فقط میتونید وایسید هالتن هالتن اینجا که اصلا هیچ کدومش نمیتونید پس این فلش ها رو هم بهتون گفتم فلشی که به سمت خونه تونه خونه پایانه اینجا اگه باشه یعنی پایانه این هست یعنی از این به بعد اگه چیزی نباشه من میتونم مثلا اینجا پارک کنم اینجا این باشه اینجا این باشه اینجا من دیگه میتونم پارک کنم پس بعضی مواقع توی خیابون مسیرش رو مشخص کردن که کجا پارک کنی کجا پارک نکنی توجه اید. و این خیابونایی که فرفارد دارن اینجوری هستن فرفاردشتخواست هستن فرفاردشتخواست اگر تو مناطق شهری باشه بچه که پنجاه تا میتونیم بریم پنجاه کیلومتر بر ساعت میشه تو شهر رفت دیگه اون چیز اصلیش پنجاست مگر اینکه حالا یه تابلوی دیگه بیاد اونو سی کنه اونو شست کنه اگه اینجا باشه من میتونم تو این خیابونه بچه پارک کنم اینجا میتونم تو همین جاده که دارم میرم اینجا پارک کنم مگر اینکه یه چیزی باید بیاد اینجا بگه پارک فر نکنید پس این میبینید که اینجا بیشتر جاهایی میزنه که فورفارش خاص است که شما این نباشه پارک میکنید یا به همین ترتیب این نباشه نگه داشتن این نباشه نگه میداری خب این فورفارشتاس هایی که توی بیرون شهر اگه باشه مثلا فورفارشتاس های بیرون شهر بچه ها من نمیتونم پارک کنم پارک کردم ممنوعه هالتن میشه سه دقیقه میشه اینجوری نگه داشت پس اگر بیرون شهر دیدید یه همچین شکلی جادای بین شهری که ماکسیموم سرعت مثلا صده اونجا شما نمیتونید اینجا باشین توی مرک اینجا پارک کنید بعد بلند برید جنگل اینجا این ور ولی هالتن میتونید بکنید مثلا سه دقیقه وایسید اینجا یه کار کوچولو دارید انجام بدید مثلا پس این هم دقت کنید این فور فارت شاسا توی مناطق شهری میشه توی جاده توی اون لاینی که اینجا دارن ماشینا میرن اینجا پارک کرد بنابراین اونایی که می... از اینجا میان مثلا معمولا اینجا راهنما میزنن میان از اینجا بعد اینجا رد میشن دوباره میرن اینجا و جاهایی که خیلی حالا شلوغ و اینا سی هم چیزی میزنن که این کارو نکنید پارکو ممنوع میکنن پس این علامت ها مهمه بعضی مواقع هم ورک تاکس زده بچه‌ها ورک تاکس اگه هم چیزی دیدین حالا این تابلو رو کاری نداشته باشید ورک تاکت اگه دیدید به این معنی هست که روزای کاری دقت کنید که شنبه هم روز کاریه فقط یک شنبه روز کاری نیست دیدید مثلا بعضی مواقع میگه اینجا تو این خیابون این قسمت مثلا میخوام پارک هست اینو زده خب اینم زده زده فقط ورک تاکس من دیگه میتونم یک شنبه اینجا پارک کنم حتی اگر اینم باشه درسته پس چون اینو زده زیرش پس بعضی مواقع چیز اضافه میاد به من یه توضیحی هم میده که مثلا یک شنبه پارک کنم بعضی مواقع میاد اینجا میزنه فقط با پارک شاین یا پارک او بعضی مواقع پارک او میزنه مثلا که اینجا میتونید پارک کنید سوایشتون دو ساعت ماکسیموم 2 سوایشتون ماکسیموم دو ساعت میتونید پارک کنید اینجا میشه دو ساعت پارک کرد دارید ولی پارک شاین یه چیز دیگه است بچه‌ها پارک شاین یه دونه پول میندازید سکه میندازید بهتون میگه مثلا هر سی دقیقه دو یورو مثلا میخواید یه ساعت وایسی 4 یورو میدید بعد موقع خیلی گرونه میندازید و بعد میاد میذارید جلوی ماشینتون اونجا میذارید که پارک شاین هست پس بعضی مواقع اینجا میزنه فقط پارک نو امید پارک شاین که پارک شاین رو نباید با پارک او اشتباه بگیرید بگید خب این پارک او رو میذارم اینجا اوکی نه پارک شاین باید بری پول بدی خب دوستان من یه تصحیح اینجا بکنم پارک شایبه بخواستم بگم اینجا ما پارک او داریم که اونم یه نوع وسیله پا پارک کردن باید بزنیدش اون زیاد اون زیاد مهم نیست پارک شایبه اینه و پارک شاین هم که بهتون گفتم چی هست پس این ستا رو بدونید خوبه پارک شایبه رو با پارک او اشتباه نگیرید خب اینم از این موضوع حالا تو همین خیابونایی که من گفتم میشه پارک کرد مثلا اینجا فرض کنید اینم نیست اینم من ندارم درسته اینم داریم اینجا توی مناطق شهری هم اینا اورتس هست اینا حال گشتوسن ارتشافت. اینجا میتونم پارک کنم ولی بعضی مواقع مثلا اینجا یه جای پارکه مثلا درسته دیگه که مثلا یه ماشین میاد اینجا میره اینجا پارک میکنه یا میاد میره, میره اینجا پارک میکنه اگر اینجوری بود مثلا تو این خیابون من میتونم بیام اینجا پارک کنم مسلما نه دیگه جلوی اینا رو میگیرم جلوی پارک اینا رو بنابراین پس دقت داشته باشید اگر جای اینجوری دیدید نه جلوش پارک کنید حتی اگر تو این باشید منطقیه نه پس این این حال گشلوسن اورت اگه دیدید میشه پارک کرد 50 کیلومتر در ساعتم هست دیگه خطری پیش نمیاد به خاطر همینه خب بریم سر کوی تونگن مثلا من فرض کنید اینجا بشه پارک کرد چیزی نباشه یه خیابونی باشه اینو من قبلا هم بهتون گفتم اگر شما رفتید توی همچین مسیرایی فرکست به هوکته فرض کنید اینجا باشه این شروعش این پایانشه اینجا من نمیتونم پارک کنم مگر اینکه اینجا جای پارک معلوم شده باشه بچه ها که کن سایش مشخص شده اینجا جای پارکه اینجوری خلاصه اداره راهنمایی اومد اینجا رو گذاشته براتون میشه پارک ولی اگر اینجا بیام پارک کنم نه پس این دوتا رو اگه دیدین رفتین تو همچین خیابونایی معمولا خلوته فکر نکنید هر جایی میتونید پارک کنید اینجا ما دواسمون باشه فقط تو جاهایی که مشخص شده واسه پارک میشه پارک کرد که من اینجا خودم یه بار جریمه شدم یه جای دیگه پارک کرده بودم رفته بودم یه, جا... یه نفر رو ببینم به خاطر همین تو خیابون خلوت و اینا بود حالا یه نفر زنگ زده بود شاید بیان استاد رو جریمه کنه خب کویتسونگ اگه دیدید بچه فرض به اینجا یه کویتسونگ هست ممولا کویتسونگ ها حالا اینجوری هم هستن خب اینجا ببین میایم اینجا معمولا یه خط اینجا بشه پارک کرد خب اینجا مثلا بشه پارک بعضی مواقع همچین چیزی هم میزنن که پارکر میشه توی پیاده رو و خیابون پارک کرد میگم جایی میزن فرض کن اینو زده اینجا اینو زده اینجا میتونم اینجا من بیام پارک کنم نه باید از کویتسون بچه پنج متر فاصله داشته باشید یعنی از خط تقاطع این دوتا یه متر دو متر سه متر چهار متر پنج متر از اینجا میشه پارک کرد این به همین ترتیب یه متر دو متر سه متر چهار متر از اینجا به بعد میشه پارک کرد حتی اگر اینو اینجا زده باشه توجه بنابراین دقت کنید هیچ وقت نیاید سر اون نبش پارک کنید باید پنج متر از نبش فاصله داشته باشید حداقل اگر آندراس کویتز دیدید همچی چیزی رو دیدید سر یه نبشی. اینجا مثلا از اینجا قطار رد میشه و شما اومدید اینا اینا زدن اینجا قطار به همین ترتیب پنج متر باید فاصله بگیرید از این پنج متر پنج متر از این ورتر میشه پارک کرد پنج متر بیرون از مناطق شهری باشید این فاصله پنج متر میشه پنجاه متر یه صف میاد جلوش اگه تو شهر باشید پس پنج متر هست سر تقاطع پنج متر قطار رد بشه اینجا نیغاز کویت باشه اینجا پنج متر فاصله میگیرید اینجا میشه پارک کرد مسلما اگه اینجا یه جایی زده باشه پارک ممنوع که دیگه نمیشه پارک کرد پس اینها ارجه دیگه میدونید ولی اگه نزده باشه باید خودمون بدونیم اینو قانونو رو میدونیم خب پس اگر این اگر ماشین من مثلا کامیونی چیزی بود بچه ها که باعث بشه که مثلا اینجا یه نفر که از اینجا میاد من اینجا پارک کرده باشم 5 متر اون ورتر این ورتر اینجا ماشینم بزرگ باشه یه نفر این مثلا چرا راهنمایی نبینه یا اینو نبینه متوجه بنابراین من این پنج متر رو میکنم ده متر اگه کامیونی چیزی هست پس اگر دید رو مختل کرد دید اینا رو مختل کرد یه نفر که پنج متر فاصله گرفته نج... پارک کرده باید ده مترش کنم معمولا ماشین های بلند ارتفاعشون زیاده بنابراین اونم پنج متر یا ده متره ولی ماشین هایی که ما سوار میشیم معمولا پنج پنج متر بیرون مناطق شهری اگر یه دونه آن دیگاه دیدم اینجوری میاد پنجاه متر بچه فاصله باید داشته باشم پنجاه متر کم نیست ها از خود سم که میدونی مثلا همچین چیزی بعضی مواقع به ب... به بان برسید به اینجا برسید از اینو بینا میگن باک که مثلا هر کدومش هشتاد متره مثلا سه تا باشه به معنی سه تا هشتاد تا دیویست تا با این فاصله دارم میخواد بهم راهنمایی کنه بعد یه دفعه میشه دو تا دو تا باشه تا یکی باشه میشه 80 تا و پس هر دونش 80 تاست یه 80 یعنی هشتاد متر فاصله داره بنابراین اگه بخوام پارک کنم دیگه میتونم بفهم خب اگه اینجا اندیاس کویتس باشه اینم اینجا زده باشه هشتاد متر این یه دونه باشه بیا مثلا اینجا بدونم 50 متر کجاست اینم اگه باشه که معنی حواست باشه بانو و با گانگ هست حواسمون باشه معمولا شانکه نداره این که اینجور بالا پایین بره نداره بنابراین باید حواسمون باشه که گوش کنیم این مرون اون ببینیم سریع نیم رد چیم. قطار بیاد بزنه خب اینم بان او بگان بان او بگان پس با اون کویتسون گفتم کویتسونگا سر نبشار گفتم یه حالت دیگه هم داریم که مثلا فرض کنید اینجا یه خیابون باشه اینجا تو خیابونه تو پیاده رو مثلا اینجا مسیر دو چرخه باشه مسیر عبور دو چرخه باشه مثلا همچین چیزی باشه که این ورش پیاده رو باشه این ورش دو چرخه باشه یا فقط دو چرخه باشه همچین چیزی باشه از اینجا رد میشه در این موارد خیلی مهمه که این ورش که دو چرخه فکر کنید اینجا داره رد میشه درسته بچه‌ها این همشون مهمه اینه که دیدم مختل نشه بچه‌ها یه نفر که اینجا 5 متر با این فاصله داشته باشه اینجا پارک کرده باشه اگر بغلش اینجا مسیر دو چرخه باشه پنج متره میشه هش متر میشه هشت متر جدید این هشت متر اون ورش که اوکیه اون که دیگه چون دو چرخه سوار اینجا رد میشه دیگه اینجا را میبینه این ور همون پنج متر میمونه پس طرفی که دو چرخه داره میره و حواس اون باشه هشت متر این تا پارک کنیم که دو چرخه سری اینجا رو بتونه ببینه وقتی از اینجا رد میشه دیدش مختل نباشه به این ور این هم یه حالت هست در غیر این صورت پنج متر بود دیگه گفتیم اگه پارک ممنوع نزده باشن مثلا من توی اون نمیدونم کایس فرکر رو نمیشه وای ساد نمیشه پارک کرد این توی میدونا که نمیکنیم این کارو نه این بانش خاص هم باشه مثلا میتونیم هر دو طرفش اگه بشه پارک جای پارک باشه این ور این و میشه هم این ور پارک کرد هم این ور اگه من از اینجا میام به این سم پارک کنم به این سمت پارک کنم ولی اگر من این دو طرفه باشه یه جا بشه پارک کرد از گاه اینجا میشه می پارک کرد اینجا جای پارک مثلا گذاشتم براتون یه بخشش حالا توی پیاده رو یه بخشش تو خیابون مثلا اینجوری باشه خب اینجا هم باشه منی که از این ور میام نمیتونم بیام اینجوری به این سمت اینجا پارک کنم این یا به همون سمت یعنی کله ماشین باید به سمت این ور باشه به سمت جاده باشه کله ماشین باید از اینجا به سمت این ور باشه اینم مهمه مسلمن نیاد برعکس پارک کنی جریمه میشید روی خط آبر پیاده هم به همین شکل بچه ها شما میتونید خط آبر پیاده اگه اینجا باشه همینجور این هم در نظر بگیرید بچه ها دید خیلی مهمه برای اینجا از کن اینجا مثلا پیاده روه اینجا قبل از خط مثلا باز پنج متر فاصله بگیرم که یه نفر از اینجا مثلا داره رد میشه یا از این ور داره میاد این یه نفر ببینه اینجا پس این پنج متر رو دقت میکنم ولی اون ورش نه اون ورش مهم نیست اون ورش میتونم دقیقا همینجا پارک کنم نگه دارم حالا یا مگر اینکه پارک ممنوع زده باشه یا توقف ممنوع زده باشه این پارک ممنوعه پارک و توقف با همه دیگه هر دو ممنوع این فقط پارک ممنوع توقف میشه کرد توقف 5 3 سو... است پس اینم دقت کنید قبل از سپرایش تایفن باید فاصله بدید بعدش مهم نیست میشه پارک کرد توی اون امتحان هم هست که سوال داده مثلا کدومش غلط پارک کرده یه ماشین رو اینجا زده یه ماشین رو اینجا زده این غلط پارک کرده بعدی میتونه مثلا که راه هم از این وره دیگه درسته خب من این چیزهایی که حالا به نظرم رسید رو جنبندی کردم و بهتون گفتم حالا سه چیزهای دیگه هم هست که تو همون سوالایی که میاد خواهید دید اونجا میتونید بفهمید دیگه چی به چیه حالا ما نمیریم مثلا تو محلای تاکسی هم ما نمیتونیم بریم وایسیم یا پارک کنیم اینا رو که دیگه چیزایی هست که میدونیم بچه ها مثلا جای اتوبوس من نمیتونم برم پارک کنم حالا هالتن میتونم شاید برم برم مثلا این فر پیاده کنم اوکی خب یه سری چیزها به صورت کاملا منطقی مشخصه مثلا جای تاکسی اون تاکسی میاد بیاد گیر میده دیگه اصلا خودش پلیس هم نیست بیاد. خب امیدوارم مورد توجه قرار گرفته باشه لینک هایی نی... که نیاز دارید هم من زیر همین ویدیو میذارم لینک های درس های خیلی مهم که چطوری یاد بگیرید و چطوری سال های همیشه همیشه به روز رو تمرین کنید پس تا درس بعد موفق و پیروز باشید با دوستانی که نیاز دارن هم حتما به اشتراک بگذارید چوس؟